أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برارا مادرا خوارا امروز باز ایک مرتبہ صدای ہزار پروگرام ہر کس شامل بشا او ہر کسی پروگرام تو ہن مونر بسر بسر خوش آمدید مگی اس تمام اول کے سر روز جمعہ کے سر روز چار روز تیر شدیم روز چار دوم چار دہم زلاجا عید قربان تمام مومنین مبارک شنا او ہر کس کی قربانی عادت او قربانی قبول شنا او ازوبات کے است ایم شو کی ولادت نوہم امام امام علی النقی علیہ السلام استا اورم مو تمام مومنین بسر بسر مبارک باد می دی او دیگر است تمام کلان خوشی رگا بی استا کی امتر پیش نفته مو صدای هزار پروگرام پیش کردی دست پیش نفته مو صدای هزار پروگرام گفتم کی د برمنگم کې آغای حاجی گلزاری استا او ناز ونج کز مو خطه بری ټلیفونم بودن او نا مور پرومیس کدن کې ای هفته کې استا اونا کز مو خطه ما د ای پروگرام شامل مشه چونکه اونا کتابم لیکم نه بر افغانستان او مولیکا کنی او موبایل گپ دی او موبایل بفهم یک دیگه خور باید آشنا کنی او آگاه کنی کې مو چې بودی اس کو جام ده بودی دغه باره از افغانستان موبایل گبا دی مو تر کې د عمر ازما کې هر کس مردمه است زیاتره کې استا پدرایشن اس وختي هم ده د هندستان اونا کې د هندستان امادن اونا د پاکستان مزبوطه نمونج پیدا شدن پدر ازما کې بودن اونا خو چې نه افغانستان هم ده بود کې مشمور پیش نفته ګورته ودم دیگه امروز کې استا آغای حاجی گلزادیم کز مو قتی استا مو نرم بسر بسر خوش آمدید مو گی د ای پروگرام او واقعا او ظلم ما کې شده بود زمانه عبدالرحمن د خاص کر کې اونا مور پیش نفته گفتن کې 25 دسمبر 1900 25 سپتمبر 1891 92 93 دغه مو پرې ژوند قطي ان شاء الله امروز غب مزنی ته غاغه گلزار امروز کز مو قطي استه موشن بسر بسر خوش آمدید نو گاجی بسر بسر خوش آمدید د صدای هزار پروگرام خو اگر شما هم دین مو کوشش من کزي بعد ان شاء الله هر کس دې پروگرام بیا او شامل شنه او شما مو راغای بیتین کې از خاطر هر چی شما مخاین بګین امروز بسم الله الرحمن الرحیم بسیار مهربانی اول خو ما میخایم شکریه انتظامیه هدایت ټی وی را ادا کنم کی وګنا اقدر قیمتي وخت کی برای زمو ددا و واقعا بسیار زیات قابل تحسین و قابل شکریه است و از تمام کلان و اول گبی است کی امروز عالم اسلام بسیار غم گساره به خاطر حادثه مینا حاجیا کی شہید شدن و مو خاندان های کی امروز متاثر است و گنار د غم شي شریک است و اس خداوند کریم التماس من دعا مونی کی خداوند کریم درجات از نار بال ملا امین درجات از نخ بال است ان شاء الله خدا او فامیل از نار نار صبر بده ان شاء الله بل ان شاء الله دیگه امروز نا پروگرام از مو یاد یزو روزار مناکز نقطه نگاه تاریخی کی 25 سپتمبر و 25 سپتمبر یقینا د تاریخ مردم هزار جات و هزارها یک د تمام جهان است بسیار یک سنگ میل است یک بسیار مهم تاریخ روز و تاریخ است که باید ما مردم زیاد خوری نکنی به خاطر از اینکه 25 سپتمبر د بین 25 سپتمبر یک داستان های عجیب غریب پوشیده است بله که او داستان ها اگر تمام روز موش موت موافق نشده که پورا او را واس کنی بخانی و ڈیکوڈ کنی دی انگریزی چرکی لفظهای منیزو تر واقعات و تر حالات تیر شده که تاکی موش مو او را خوب دقیق ریسرچ کده و خوب تحقیق کده خوب درست لفظهای زورا یعنی که مو اگر دی الفاظ اگر ما بگم غلط نمگم که مو باید فرهنگ 25 سپتمبر را کلچر زورا خوب درست بفهمی بعض ما مفهمی که دی بلیز مردم دا 122 سال پیش چی روزها و چی ظلمها شده و او ظلمها و روزهایی که ترشت بلیزی مردم امروز در بین اوراق تاریخ و در بین دستاویزاتی که امروز در بین مختلف لایبرری های مغرب و مشرق است و تمام روز زنده یه مثل یک زخمی واسکده یه و او زخم هنوز هم کسی گفته انگریزا که هیل نشده دبل نشده و او هنوز هم داد میزنه که آیا امی با قولی کتابی که جلد چهارم سراج تاریخ نوشته که در بین زمان چندین خانم در چندین موارد علامه فیض احمد کاتب نوشته کرده که 400 هزار فامیلی هزارها از سال 1893 تا 1897 این چهار سال که تمام بین ایرخو ایج پیدا نشده از سال 1897 تا 1925 دمی موارد دمی زمانه که با اثراتی همزی جنگ که زمان سال 1891-92-93 شد
د شکست هزاره کې د 25 سپتمبر د شود از به بعد این مردم کې در بدر شو خاک بسر شدن یا اناره بردن غلام او کنیز ور کدن حتی که فروختن و را باز میگیم مگر امی 400 هزار فامیلی د کجا شد ایره تاریخ بنی انسان امی در روی کره ارض که ما امروز میگی د او زمانه کې زمانه گریټ گیم هم میگی یکی کلانترین ویکتم یا متاثرین گریټ گیم انمی مردمای هزاره هم است که تاریخ خاو خاموش است ای باید د سر ای باید بلیزی ذکر شونه فکر شونه بین جامعه بین المللی باید بلیزی گپ زده شونه که آیا امی صحنه و حادثه کی شده ای وجوهات از چی بوده و اثرات از امروز نه افغانستان د منی وحدت ملی کی مشکلات پیدا شته ای هم که زده می رب داره باید ایران مو کسر نظر سنجی کنی تجزیه و تحلیل کنی و بفهمی که این معامله باید ایتر آسوده ای رادم از دست خیلی نکنه ما بخاطر ازی نموگم مو مردم بسیاری هزار جات یا مردم هزار جاتی که اکثریت از نشیه مذهب استن اونا در افغانستان در مرکزی هزار جات بودن اینا سال 1892-93 پیشتر اینا خود مختار بودن اینا توائف الملوکی بای نظام توائف الملوکی میگشت بودن و اینا کسا خانه و میرا و بیگای از هر کس که بودن قشر مذهبی و روحانیون بله بله. سادات و کربلایی و زوار تمام از ناس خود خیلی خاص سیستم داشت د تیت سیستم اینا که زندگی مکده بودن اینا کسا از خود آزاد خود مختار بودن مگر امی 400 هزار که مازی کشی از فیض احمدی کاتب کده که دو زمانه مطابق استاتستیکس ایندیا و وقتا نوشته که ما بین کتاب هایشی که دمی علاقه که هسته آبادی دو یک فامیلی که هسته تقریبا 6 نفر پر فامیلی بود وقتی که 6 نفر پر فامیلی بود در این حساب از ما اندازتا 24 لک یعنی 2.4 میلیون انسان ها که هسته از او علاقه که هسته مهاجر شدن بله. یا کشته شدن یا اونا را که هسته در زور ملک بدر کدن یا اونا را سودا کدن بله. او خصوصا حسن فولادی مرحوم در من کتاب خودی هزار از نوشته منه که اکثریت مرده ها را که هسته کشتن و او زنا و دخترا و بچه های ریزه را به شکل کنیز و غلام و اونا را در مختلف بازارهای قندهار و کابل و حتی در مارکیت های سنترال ایشیا بله. و حتی از اون مرزه هم بیرونتر در هندوستان و اونا را در فروش رسان مثل یک اخبارایی که دو ساعت من دیده باشد در ما بین در منی سوشل میدیا میگشت یک چند وقت که نوشته کده بود که 10,000 زنای هزاره را امیر عبدالرحمن خان جابر که او بردن او را اونار از نقطه نگاه دولتی سرکاری طور پر او را اونار که هست در فروش رسن و از او تکس که گرفتن امو تاوان جنگی خود پورا کرد بله بله وقتی که این زنا که دو فروش رسید دیگه کسی که در این حالت در این صورتحال کدام قومی که تیر مشنه یا کدام ملت و یا کدام طبقه دیگه او دیگه بسیار برای از او رنجاور و غمانگیز است مگر این روزه ها را این چیزا را مزو خاطر برای از که احیای ملت یعنی که دوباره امو ایدنتیفیکیشن بگی یا شناخت از مردم شونه نهایت ضروری است که مو کستا بسیار در طریق بسیار منطقی او بسیار از فوکس همیتر بسیار با توجه باید بریزی تاریخ از دوباره باید رمو بخانی از دوباره باید بریزی تحقیق کنی تاکه معلوم شنه که یه ده حالات چی کار شده بود و کدام کدام عواملی بود و با بخاطر از امروز نتیجه ازو این مردم ده کجا است که این ممکن است که یک راهای بسیار مثبتی خوب همدلی و هم بس و هم وابستگی و همدلی در بین مردم پیدا کنه درست ما یک چیز بسیار در بلیزی اکثر اوقات می تر فکر منم در بلیزی ما عقیده دارم که امیر عبدالرحمن خان یا گوتر جابر حکمران بود بله. که او نه صرف در بلی هزار ها ظلم کرد بلکه او در بلی ملت افغانستان من جمله بسیار ظلم های زیاد کرد او از جنگ هزار ها که کرد ای چهارم جنگ شد بود از او پیش که سو قدی شنواریا و غلزیا و دیگه اقوامای قبایل نه کزنا قتی که موږ ته نامه خواستم مو چیزه حکومت خو برقرار بلا یا نه کدی از رک کد اور خود به تور ذکر باش کی شاید از شیا باشه چی باش ان ای ای افکت ای ای عوامل هم د بین زوسته او بل تمام که امیر داستان را که شروع کرده جنگای داخلی که شده یا او به قول از نام جنگای داخلی د دا اونج اونار هم چی کرد مگر د وقتی که د برای از ملت مردم هزار آمد اینج دیگه ای بیخی یک دیگه معامله بود درست به خاطر ازی بود که جنگی
1891 92 93 را بخاطر زی کی ایری ترک تزی او تحلیل کنی امیر عبدالرحمن سال 1880 کی د سر اقتدار آمدک او عموم او سال اول چې سال 1880 یک کس او د زین خو پلان جنگ آماده کت خو و پلان جنگ جوړ کت او د پلان جنگی بود کی خود زو د منی نامه هایش کی بخانی من سراج تواری خو د دیګه جایا مثلا ما بین کتابی که ما تازه کمپایل کرد ما بین از ریپورت های انگریزی شم هم ترسته ما بین از نوشته است که او در ذهن خود جنگ مکمل تیار کرد پلان کرد که مثلا این مردمی از ارجات که مثلا آزاد است یا خود مختار استن اینار چطور در ما بین ارتابه کنی غلامی خبیره تسلیم کنه اینار تسر تسلیم اینار تسر تسلیم خم کنه برای زو بسیار پلان کرد او تحتی پلان اینا کرد اونا اول نه حمله را دبلی شیخ علی هزار کرد شیخ مردم شیخ علی را شکست دادن و بسیار جنگ ها شد و از گپا زیاد شد بز وقتی که شیخ علی هزار به بعد که شد می تر آیسته آیسته تحتی پلان خو بزو در عین زمان در میرهای بامیان بگی یا کوه بابا بگی یا کوی بابا دم علاقه مناطق بال دای زنگی و دای کندی که میرهای چرکی پدر اسما بود اونام از لال سر جنگل بودن اونام میر بودن شاید شما خبر بدین که نام بایبه ما حاجی میر محمد امیر بود اونا از افغانستان هم ده بود کرزونام قدیم امی ظلمان شده بود برای پدرایش نه که اونا وقتی ایلا کردم هم ده بود دی اونا مگد که از مو قدیم ایتر کستا حادثا بسر شده بود نه بله بعد ما بسیار ای تمامی واقعات جنگ از ارجات خو یکو تر معامله است که در یک پروگرام خلاص شد نیخونی نه نه بله بله مختصر اگه می تر مو کسا گلچینی منی مو بخط با اهمیت از ارموگی که ظلم و مظالم در هر جنگ موشه بله مگر او, رو او, او ظلم و مظالم را که امیر عبدالرحمن خان در برای هزاره های افغانستان که رواق داشت یا او را که او کارار که انجام داد او دیگه بسیار یعنی در تاریخ افغانستان به سابقه است و خصوصا در من شاید تاریخ آسیا مرکزی شاید به سابقه باشد و یک کلان عمده کاری که عزیز واقعات که گبوری بسیار کارای زیاد شده مگر عمده که برای از ما بسیار قابل مهمی است که ای چرا عبدالرحمن کار کرد کلان گبمیه نه کلانیه بله یک است ما بین کتابا و تاریخ اینا نشان میده خصوصا که امیر عبدالرحمن خان میخواست که حکومت و دولت خورا بسیار مستحکم و پایدار کنه به خاطر زی کسا او قدی انگلیسا را هم حمایت چر خوب مضبوط بگره و در غیر زی کسا که امی حکومت چی پایدار باشد و خود چی و بعد از خود چی اولادایش هم در سر دولت باشد همی یک مخصوص خاندان از خود چی بزو چی کار کرده بود که تمامی انگلیسا را ما تعمیر گفته بود که هزارجات و مردم هزارجات بله او اینا کسته عموما کسه قدی شوروی ها کسه بله. رابطه دارن یا دیست دارن فلان کدن الان که مسئله اوتر نبود اوتر نبود نه اوتر بله. نبود بله. اینا را مثلا بله. یک میتر یک پروپاگندا کدن امی کارار کدن اینا را میتر گپار منیش منی کتاب ها زیاد نوشته ای چیزا بز اینا را که دمی معامله کسه اونا چیکار کرد که گفت که ما را فول مر اجازه بده یا مثلا ما مثلا رنگ قزنا کنم درسته بخاطر امزوم کسه اونجی امی یک ایلال و عمایل شمی بود که بله. مثلا ازاره ها به خارجی هم گدیست داشت که بلکل درست نیا ما به خاطر زی مگم که وقتی که در سال 1892 بله. ارزگان سقوط کرد از بله. سقوط ارزگان به بعد که است میر محمد حسین بیگ که ارزگانی بله. که رای کلان ارزگانی از ارزگان بود میری یا یعنی سربرای ارزگان بود او در شهر کوټه آمد در پیش میجر جنرل جیمز براون و وقت قزو گفت گفت یعنی مور کستا امی هزارها بسیار ده حالتی بد مثلا موسته مور کمک کو که مو مثلا نمی مردم این قضی که انسان ها که ده قتل موره اخلا نمی مردم ها بچاوش نه بله. یا مثلا تحفظ پیدا کنه بز وقتی که تمام تفصیلا امی گپاره بین خینا شش 20 نفر انده بود ده شهر کویتا قدی انگلیسا قبضه زده بود بز اونا ده منی راپور خو نوشتم نه که اتفاقا او چیز آره که مورو گفته بود یا مثلا که مو گفت عوامل دست خارجی در بین هزارها کارمونه گفته او نبوده نیا اوتر گفته اوتر نبوده و یه کسا خالصتا امو زقیت مذهبی و قومی و امزی از خود عبدالرحمن بوده که امور یک بحانه جور کده امی مردم را که هستا امی تر کده باز گفت چون که وقتی که شکست شده بود مردم ها در بدر شده بود دیگه یک امی راپور کسا یک مثال امده زیسته که مردم ها کلان دعوای عبدالرحمن را که مو گفت که مردم قدیگاه دست داره و دست میده و فلان
خارجي عوامله ینا کسا یعنی کسا امیر تکسیب مونه و در عین حال خود امیر محمد حسین بیگم کسا ایره خود چی گفت که قدمزی میجر جنرال جیمز براون مونه بله. که مگه مو بغیر شما که امروز عالم ده به حالت اخیر که شما کمک میخوای مو دیگه قدیچ کس کسا خواستگاری کمک نکده باز او خواد نامو که ده کدام جای کمک خواسته برحال این یک مختصر چیزا بود مگر از این انشاءالله اگر وقت بود یک وقت دیگه هم باز بلیز پیش موری دیگه ما دوباره حالات و سانحات جنگی هزارجات کستا بین ازی دردناک و قصه های عجیب و غریب است که آدم در مختلف اوقات ممیتنی و ذکر کنی او شما کستا ایک چند اکسارم که دادین فوتوار کستا و نرمو میخیال نشان اگه بدی دیگه برای زنام شما یک کم ذرا روشنی بین نزین که کدام کدام اکسار نختین اون توخی نه توخ کده بورین برای زنا کستا ای بسیار خوب شد که شما این فریمار مینگنین ای است که ما تقریبا امو تسالی 2012-13 دباره امی وقتای تحقیقات که میکرد ما گفتم که برای جوانا امی کار یک متر کار کنی که ای از منی اوراق تاریخ همی چیزا رو مبور کنی در منی پینتینگ و چیزا تا کنی تا که مردم بله. بفهمه چیا برای دو سال ما که است امی پلان کدوم تمام منصوبه بندیش جور کدوم باز بعد یک گروپ فورم در کویت هستا که بله. کماندر شوکت و داکتر نوروز ناستا اونا بله. در مکمک منی همکاری اونا تشکر از ناکی اونا کمک کردن باز آرتیستی خوبی که در اونجا هستا بنام شازی بطول خوب که اونا صدارتی وارن گفتن ماشاءالله بله. بسیار خوب دسترن خدا و را عمر بده و خدا و دا همت حفظ و بله. اضافه کنه با او این ارجور کرد باز ما کسا او را گفتم مطابق تاریخی حقایق که ای چیه ای چی تمام تفصیلا دو سال لگید ای پینتینگ ها جور شد دیگه اینا پینتینگ که اول شما دارم دیگه اول شیان شما برای اینا لی کسا دستی تاریخ دا خدیجه محمودی حال دیسپلی موشه خب ای کسا اولنا پینتینگ شما که میگنین بله. ای نشان میده که امیر عبدالرحمن خان او را در شکلی نشان داده که پلان منه در منی از عرجات بله. و چیزو در چی طریقه مایه و پلانینگ از او منصوبه زوسته خوب حال دیگه پیکچر شو بری سکند پیکچر بس از او بعد که پلانینگ بعد منه بابا اینچه دیگه وجوه منش دیگه چیزام ترجده مگر باز اینچ شما میگنین در پس پشت کسا تکست میگنین باز یک دنه کسی سکارپیان است یعنی که گجدومه گجدومه پس پشت کسا دوات نشان داده میتر یک کسا دبره ده هزار جات کسا ده مردمای خصوصا مردمای ورزگان که مردمی آزاد هزار آزاد هزاران مگور موشمه مگر دیگه برادر اورا یاغستان مو گفت که نو وای نزو کسا سلطان مثلا دای چوپان و قلندر و رزگان و قبایل زیاد بودن بله. دا اونجی که اصلا 45 عدد خط نوشته کد عبدالرحمن و را ما مگی تریت لیتر خط دمکی خوب که شما اگر تسلیم موشین شونی نگه نموشین مثلا برای نتایج زوی که اصلا تیار باشین خوب ای اکس زوی ها؟ ای مثلا ممزو تریت لیتر ها خوب عزیبات بله دیگه شلمه بس وی وقتی که خط رسید بس تمام قبایلی که امینا بودن ما بین شش میتینگ کردن درست بله که میتینگ کرد گفت خط خوم ده بسیار سیریس است یعنی بسیار معامله بسیار گبا کټا گبا بازار قبیله من یخ گب زدن زیاد مردما د آماده شت سردار بزرگای قوم که مو جنگ منی مو آزاد مردمی خود مختاری از مو گردیست مو مقچ مقابله منی مو جنگ مو قبول نداره بس یک نفر کسه د اونج یک گب زده بسیار پخته یری کسه ای امور نشان میده ور موګه کی یک مردی وایز من د انګلیس سی نوشته کده که او احساس شد بین مردم گفت او برادره گفت وقت بدل شده بله گفت که وقت بدل شده اسلحه بدل شده گفت امیر عبدالرحمن خان کسا قد کافره اشارهش انگریزا بوده قد ازنا همه هنگ شده و اونا کسا مورا کسا قزمو که جنگ است تمامی چیز بدل شده مگر موش مو تبال بدل نشده مسلحه از مو هم کونه حساب کتاب است گفت ما مینگرنم که یک ترد از مو یعنی که یک سیوم از مو کسا عبدالرحمن خود تعویل مونه یا فروخته موشه بله هر قوم همی تر کسایی هست که خود فروخته موشه مگه دو فروخته موشه بز یک ترد از مو کسا در جنگ کشته موشنه و بقایا از مو رو گفت که غلام و کنیز جور مونه و از مولگ مربور مونه زیمنای و تبا و برباد نمو گمی گره ما مینگرنون نمسد در پیچیم خود موشه دو بده آنی بسیار مهم گب زده بده میادم مگری گفته وقتی که ما ایر مینگرنم آلی ما قد چون که تمام مده همی حالتی مطب رازی که بوری ما مثلا ما قد تاخره جنگ نم خو یو وکس بود ها یعنی یو کی یک میټینګ قومي جرګه قومي کده بود بعد از بعد جنگ مشنه یا هر طور طریقه کی مثلا جنگ شروع مشنه او ریزر زای
واقعات جنگ مجدن بعض این جی کسی نشان میده که وقتی که سردار عبدالقدوس خان از بامیان قد 5000 لشکر خو مایه در ورزگان در نزدیکای اجرستان تامشه مرسا این جی کسی اونا زناره کسی یا اونا کسی اول کتا شد ازارها تا مرحله اول اونا بالکل جنگ نکدن اسلحه بال نکدن اونا گفت بشی بسیار د امن طریقه مچمنی بس زیاد کسا عمده که اونا کار کردن که سپاه امیر عبدالرحمن خان د بین مردم که د بانه اسلحه جمع کدو د بین ناموس مردم دست درازی کدن مردم که د تنگ آمد به جنگ آمد بس دوخه جنگ بار شد از بعد کسا مردم ها را کر میگرید زنا و مرده را خصوصا زنا و مرده د گردن از نازنجیر و غول و اندخته ای گناه را د کابل ریم قیدی بردن آن قیدی ای کسا همزو اسیری و چیز نارشان میده بس ای کسی یک بسیار مهم چیز است که دایی جنگی که ده هزار جات شد ای بسیار پهلوی جیسا که امروز دنیا درباره انوایرمنت یا ماحولیات گپ میزنه اورزگان زرزمین و اجرستان خصوصا یا گوتر ویلی بود که بیخی بیخی یعنی پور فضا و بیخی از لحاظ نقطه نگاهی ماحولیات بیخی خوب آباد و شاد آباد بود بله بله دونجی خالی سپاهی عبدالرحمن که است که داخل شد مناطق اجرستان دونجی تقریبا 200000 درخت چنار و سفیده که هر کدامش 12 تا 10 متر درازیش بود او د او زمانه هر درخت د 5 روپیه او دار په قیمت چې بود 200000 درخت را یک کرتا از ریشش کن پرتا وکړ ایره بریګیډر عبد سبحان خان کې رفت برای سروې بس او گفت کی ای درخت هر قیمت دا او 15 دا او تا د 5 دا افغانی قیمت زبوت تقریبا د شاید 16 عبدالله گروپی او زمان خالی درختار رو نکندن یعنی تو هزار جات از لحاظ نفوذ و مردم و نار که تباهی یاد کرد خکت از لحاظ نقطه نگاهی سبزیجات انوارمنت هم خلاص کرد دیگه شاید نالی شما اندازه کن که مثلا یه چی قدر جنگی عجیب و غریب بدایی شما میگن این دمانیزی اکس کسا یک بهای برای نمونه مویره گفتم جور که بسیار مهمه که امی دختر د بازاری کابل و هرات و قندهار د وقتی که ایره د بازار ایره که برای فروخت میره یستمونه امی دختر یزاره یا زن یزاره جوانه دیگه د بلی سکه افغانی است ای د پای پای شک سکه بستوانی یا سیمبل هم زویه که از 20 روپیه تا 100 روپیه افغانی اینه را قیمت بود مطابق عمرش بس ده تا توخ مردما که پیسه ارتید کده که مثلا مور مخری بسیار آزادی فروخت فر ای خرید و فروخت هزار ها بود خلاصه یعنی میره یک سیمبل هم تجور کدی دیگه بله بله ای بسیار مهم از خاطر زی گفتم که مردما بفهمه تاریخ تحقیق کنه اور میں اس یہاں یہ بات اردو میں بھی کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی جو کہ ہماری زبان سے زیادہ واقف نہیں ہیں کہ یہ 25 سپتمبر کا جو واقعہ گزرا ہے یقیناً تاریخ افغانستان کے ایک شرمناک ترین واقعات میں سے ایک ہے جس پر خود حکومت نے اپنے عوام کو اس طرح سے نیست و نابود کیا کہ جہاں ابھی تک تاریخ یہ اس واقعے پر تاریخ شرمسار ہے اور اس جنگ میں 400000 خاندان ہزارے کو وہاں سے نکال دیا گیا ان کی زمینوں سے جس کی تعداد 24 لاکھ افراد ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ابھی تک تاریخ اس پر جو ہے تحقیق نہیں ہوئی ہے اس پر تاریخ ہونی چاہیے کہ آخر اس ان پہاڑوں میں اس علاقے میں جو گریٹ گیم کے دوران ہوا کرتا تھا یہ 24 لاکھ لوگ آخر ان کے اوپر کیا بیتی کیسے ہوا اور جس نے ظلم کیا وہ جو ہے ایک حکمران طبقہ تھا پورے افغانستان کے لوگوں کو ہم تو وہ نہیں دے سکتے ہیں مگر صرف وہ حاکم طبقہ جو اتنا ظلم کیا ہے اس پر اچھی طرح سے تحقیق ہونی چاہیے اور بین الاقوامی طور پر اس پہ بات ہونی چاہیے اور پرامن طریقے سے ہونی چاہیے غیر مطلب اچھی طریقے سے تحقیق ہونی چاہیے جس پر جو ہے بھی میں نے تھوڑی سی کام تو کیا ہے پھر بہرحال اب دوسری جو اس پر دیکھیں گے یہ جو سلائڈ شو آپ دیکھ رہے ہیں جو پینٹنگز دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ کے اوراق میں سے ہم لوگوں نے کچھ محنت کی ہے کہ تاکہ وہ کینوس پہ اتار کر دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا سکے تاکہ لوگوں کو کچھ آگہی ہو اور خاص طور پر نوجوانوں میں تاکہ وہ اس تاریخ سے کچھ مثبت سبق سیکھے اور اپنے تعمیر کے لیے آگے بڑھے لازمی نہیں ہے کہ جو ہے تاریخ سے آدمی جو ہے وہ ہر قسم کے سبق لی جا سکتی ہے مگر ہم کیونکہ ہم یہ قوم ہمیشہ پرامن رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ بڑے پرامن رہے ہیں بڑے محنتی ہیں بڑے پرخلوص ہیں اور یہ 99% یہ یعنی 99% لوگ جو ہے اپنے عقیدے سے ان کا لگاؤ پہلے سے تھا اور اب بھی لگاؤ سے لگا ہوا ہے خاص طور پر
اس جنگ کے دوران جب سلائیڈ جب آگے آئے گا تو پھر میں بتا دوں گا, بریک کے بعد ہم کریں گے اس کے بعد, کیونکہ بریک بچائیں گے. تو میں مختصر میں نے اردو میں بتایا تھا. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ سب کو اپنے ہسٹری کے بارے میں کچھ معلومات ہونی چاہیے, لیکن جو ظلم جس پہ بھی ہوا ہے جب بھی تو اس کے بارے میں ہمیشہ بات ہونی چاہیے. ہاں مومنین, ہم آج اپنے صدائے ہزارہ پروگرام ہے حاجی گلزاری کے ساتھ, جو ہمارے پر ہسٹری جو ہم تھے جس وقت ہم افغانستان میں تھے, ہمارے پر دادا, ان کے پر دادا, وہاں سے بھی ہم جب ہجرت کر کے آئے پاکستان کی طرف, اس وقت پاکستان تھا نہیں, ہندوستان کی بات ہے, تو اس کے اوپر یہ ہسٹری کو بتا رہے. تو انشاءاللہ ہم ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آپ کے آ کے پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت پھر انشاءاللہ ہم یہ پروگرام پیش کریں گے, اور مزید ہم حاجی صاحب سے جو ہے انفارمیشن لیں گے, اور ہمارے کو یہ کچھ بھی بتائیں گے جو انہوں نے خود بھی کچھ کتاب لکھی ہے ہزارہ کے بارے میں. تو فی الحال ہم اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. بریک کے لیے, بریک کے بعد پھر ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.